به نام خدا. سلام، علیرضا نصیری خانقا هستم، دبیر دبیرستان‌های غیردولتی مشهد و مدرس روش‌های مطالعه و برنامه‌ریزی درسی آکادمی آموزش. قبل از هر چیز آکادمی آموزش رو فالو کنید، پست رو لایک کنید و یادتون باشه کامنت بگذارید تا سریع جواب سوالاتتون رو بدم و بعد از اون با من همراه باشید. بچه‌ها نگاه کنید، الان روش برنامه‌ریزی مطالعه میگم، ولی اون بخشی که مربوط به حافظه است میخوام چیکار کنم؟ حافظه‌تون رو قوی کنم. بریم پس برسیم به درس. میخوام بچه ها چیزی رو یاد بدم که حافظتون قوی میکنه. بچه ها شما تا حالا مسافرت رفتین؟ اگه میشه جواب بدین. بله. خب بله. تو مسافرت اگه بخواین یه جایی رو پیدا کنیم ما احتیاج به نقشه داریم، درسته؟ خب الان اگه یه دستگاه تازه، یه تلویزیون تازه که بخرید، وقتی بخواین این تلویزیون تازه رو ازش استفاده کنین، راهنما داره. خب پس در نتیجه ما از اینا استفاده میکنیم تا مسائل رو بفهمیم. حالا آقا ما بدون نقشه هم میریم. آره میریم. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه به راه یا تسلط داریم یا اینکه ما میدونیم قضیه از چه قراره، مسیر چطوریه. خب ولی بازم دانستن همون نقشه هست. حالا گوش بده، انسان توانایی داره هرچی میخواد یاد بگیره، این یه واقعیته. خب حالا تو ذهن انسان یه دونه گنج مخفیه، اونم اسمش حافظه است. حافظه هر چقدر که قوی تر باشه، خب چجوریه بهتر عمل میکنه. مغز انسان نقشه اون گنجه است. حالا ما کی هستیم؟ دزد دریایی هستیم که ما میخوایم بریم کی میریم پول و طلا اینا کش میریم و هم داریم میاریم میذاریم تو صندوقچه مغزمون تا حافظمون قوی بشه. ببین حافظه پرورش دادنیه، مثل عضله. کی میتونه حافظه رو پرورش بده؟ کی میتونه یه عضله خوب رو برای یه نفر پرورش بده؟ یه مربی خوب. مربی خوب کسیه که باید مثلا به ورزش مسلط باشه، تکنیک‌ها رو بدونه، روانشناس خوبی باشه و هزار تا ماشاءالله مشکلات دیگه که باید بدونه و داشته باشه. حالا ببین ما باید اولین کاری که بکنیم، چون ما مربی مغزمون هستیم، اولین شرط مربی بودن چی بوده؟ اینه که بدنش رو بشناسیم. اولین شرط به ورزش مسلط به ورزش بدن آره. خب نیا کن، ما باید اول مغز رو بدونیم چیه. ببین مغز انسان معادل 1 پتابایت ظرفیت داره. حالا اینجا پتابایت نوشتم 1000 ترابایت، ترابایت به بیت رسوندم و به مقدار 0.1. میتونی اینا رو در هم ضرب ببینین چقدر یه پتابایت. بچه ها اگر این 1 پتابایت باشه، اگر این راسته یا چپیه، این بله باشه. خب این اگر 1 پتابایت باشه بچه ها، خب نمیدونم با چی میکشه. این اگه 1 پتابایت باشه، این 1 ترابایت، این 1 گیگابایت. پس نگاه کنید پتابایت، ببین چقدر مثلا چقدر گیگابایت. 1,048,576 تا هارد 1 گیگابایتی میشه. حافظه مغز ما 1,048,576 تا هارد اکسترنال 1 ترابایتی میشه. خب بچه باز این حافظه مغز ماست. ببین دی ان ای ما 215 تا پتابایت حافظه داره. مغز ما 1 پتابایت داره. دی ان ای ما 215 تا پتابایت جای ذخیره اطلاعات داره. یعنی 215 ضرب در 1,048,576. ببخشید از بس نه که عادت کردیم ممیز بذاریم اینطوری. خب بچه حالا این مسئله رو اینجا نگاه کنیم. ما یه سری ابزار، ما وقتی خواهیم بریم یه مسافرتی سالمی شریفی، یه سری ابزار احتیاج داریم دیگه. ما یه نقشه احتیاج داریم، یه وسایل مورد نیاز. حالا وسایل مورد نیاز ما چیه؟ چی نقشه ما چیه؟ عوامل بیرونی هست. مثلا ما ورزش کنیم، تغذیه کنیم، خواب بکنیم، بازی ذهنی، محیط اینا. من این دوتا، من تغذیه و خواب و ورزش رو گذاشتم برای جلسه بعد توضیح بدم، چون اینا خیلی مهمه. خب ولی اینا رو امروز بهتون توضیح میدم. خب ما یه عوامل درونی هم احتیاج، وسایل هم احتیاج داریم. وسایل که احتیاج داریم مربوط به عوامل درونی میشه، یعنی چیزایی که مربوط به حافظه است، چیزایی که مربوط به مغز. ما چیزایی که مربوط به حافظه است یه سری وسایل قدیمی داریم، یه سری وسایل جدید داریم مربوط به حافظه میشه. مثلا حس ترس، گشنگی، دفاع غیر ارادی، اینها مثلا عواملی هستن که
وسایل قدیمی هستن. بچه تا حالا حین مطالعه چیزی خوردین؟ بدترین کار ممکن رو کردین. همیشه باید بین مطالعه چیزی بخورین. هنگام مطالعه که چیزی میخورین چه اتفاق میفته؟ مغز شما بله. داره هم رو مطالعه تمرکز میکنه. خب این اگه مغز شما باشه، خب اینجا اگه مطالعه باشه، خب الان دارین چیزی میخورید، این وقتی که دارین چیزی میخورید مغز ما دو قسمت میشه، یه قسمت توجهش میره به مطالعه، یه مقدارش میره خوردن. پس در نتیجه اگه قرار بوده 100% رو مطالعه تمرکز کنه، خب 100% تمرکز کنه، 50% میشه مطالعه، 50% میصرف معدتون میشه. پس موقع درس خوندن چیز نخورید، 20 دقیقه وقت بذارین یه چیزی بخورین، بعد دوباره به درستون برسید. خب یه وسایل جدیدم داریم. مثلا من به خودم میگم باید روش کنم. جملات انگیزشی یادتونه؟ جملات انگیزشی یادتونه؟ بله. شعار یادتونه؟ وسایل جدیدیه که من دستتون دادم. شما اینا رو که نداشتی. از جلسه اول من اومدم جملات انگیزشی و شعار رو بهتون دادم. پس درنچه شما الان ابزار جدید شعار و جملات انگیزشی دارید. اگر شعار و جملات انگیزشی رو خوب کار کرده باشی، الان این قسمت جلویی. خب حالا باید تحلیل داشته باشی. خود به خود می نویسیم. من مثلا میخوام درس بخونم، یه دفعه همونجور خود به خود یادم یاد میرم می نویسم. خب یعنی به سطح خیلی بالایی رسیدی. یعنی دیگه به سطح بالایی رسیدی. خب هر کس به این سطح که ساره می گفت رسیده، دیگه نباید جملات انگیزشو بر من بفرسته. باید بره رو برنامه ریزی کار کنه. مثلا جدول اولویت بندی و جدول برنامه روزانه که 15 دقیقه رو بعد از امتحانتون باید بکشینا. ببین حالا من جدول خودم هم خواستم براتون بفرستم، بعد چون توش موارد خیلی زایعی داشت رو نشد بفرستم، برام گفتم جدول جدید چیز کنم براتون، یه جدول جدید درست بکنم که اون جدول جدید توش موارد خصوصی خودم رو حذف کنم. خب که نبی باز نگین که فلانه. خب حالا یه چیزایی هم داریم مثل مغزه. ببین لب پیشانی، لب آهیانه، لب پس سری، لب گیجگاهی، لب هیپوکام، آمیگدال، چی میگم لب هیپوکام، آمیگدال. آقا چی لوب چیه؟ خوب ها خوب الان دارم بهت میگم، گوش بده. به این مغز ما دو نیم کره داره، نیم کره راست، نیم کره چپ. نیم کره راست خب بویایی و نمیدونم تفکر غیر کلامی و اینا رو داره، نیم کره چپ میاد چیکار میکنه بعد گفتار و نوشتار از جو حرفا داره. یعنی پس نیم کره راست مال موسیقیه، نیم کره چپ مال ریاضیاته. ببین ما یه لوب پیشانی داریم دیگه، این لوب پیشانی جلوی سره. بچا تصویر من داریم؟ آره. ببین بچه ها وقتی که میخواین درس بخونین لپ، از لپ پیشانی استفاده میکنین. بعد لپ آهیانه داریم، پشت لپ پیشانیه، حس بساوایی و ادراک فضای ایناست. خب بعد لپ پس سری داریم که من شکل متحرکش رو پیدا نکردم. پس سر مرکز پردازش اطلاعاته. بعد ما یه لپ گیجگاهی داریم، خب نزدیک گیجگاه مونه، مرکز پردازش اطلاعات، حس شنوایی و بعد به معنی مشتق شدن برای حافظه است و ذخیره حافظه و مثلا مرکز درک زبان، مثلا کسایی که میان سر کلاس زبان خیلی خوب جواب میدن لپ گیجگاهیشو خوب کار میکنه. ببین ما یه قسمتی هم داریم تو مغز به نام هیپوکام، این قسمت قرمز هستش داره تو تصویر نشون میده. هیپوکام به معنی اسب دریاییه، مرکز یادگیریه. ما یه آمیگدال هم داریم، آمیگدال قسمت جلوی اون هیپوکام هستش. آمیگدال یعنی بادوم، قده شبیه بادومه. خب یک خوشحالی و ترس و هیجان اینا رو داره به ما نشون میده. خب یعنی به ما فرماندهی میکنه. جسم پینه‌ای هم بچه‌ها مثل بزرگراه میمونه، هر چقدر این بزرگراه بیشتر باشه تعداد بیشتری از آدم ازش رد میشه، یا مثل پل میمونه، هر چقدر عرض پل بیشتر باشه آدمای بیشتری ازش عبور میکنن. درسته؟ به این میگن جسم پینه‌ای. این قسمتی که جسم پینه‌ای بچه اینجاست. حالا بچه هرچی جسم پینه‌ای ما بزرگتر باشه اطلاعات بیشتری همزمان رد و بدل میشه، مثل پهنای باند اینترنت. هر چقدر پهنای باند اینترنت بیشتر باشه ما میتونیم چیکار کنیم؟ دانلود آپلودمون بهتر میشه. اوکی بچه متوجه این؟ مل چون سکوت میکنی صدا نمیاد، میگم نکنه شاید نفهمید. پیشینه بچه... چی؟ پیشینه بود اسمش؟ جسم پینه‌ای. پینه‌ای. حالا من اینا رو دقیق‌تر با در موردش صحبت میکنم و عجله نکن. بچه ما یه مرزبندی داریم. ما تو خونمون، خب ما تو خونمون، ما این نقشه خونمون رو هممون میدونیم دیگه چطوریه دیگه. فرض کن مثلا این در ورودیه، خب مثلا این آشپزخونه هستش، مثلا اینجا مثلا اتاق خوابه، اینجا نمیدونم حمام دستشوییه، فکر کن مثلا اینجا محل قرارگیری تلویزیونه، خب مثلا اینجا هم یه اتاقه، خب اینجا یه راهروی دیگه است، مثلا این یه نقشه خونه است فرض کن. خب
این فرض کنید یه نقشه خونه است. خب این فکر کنیم مثلا این نقشه خونه چه نقشه خونه داغونی هم است. خب ما میخوایم چیکار کنیم؟ مرزبندی رو یاد بگیریم. ببین ما سه دسته محیط داریم تو خونه و سه دسته آدم داریم. محیط مناسب برای درس خوندن بهش میگن این دایره سفیده. محیط باعث حواس پرتی می نوشتم حواس پرتی میشه. خب اینو قطع بزنید. حواس پرتی باعث حواس پرتی میشه خاکستریه. خب و محیطی که نمیشه اصلا درس خون مشکیه. ما سه تا دسته دانش آموز هم داریم. دانش آموزی که درگیر درس خون هم کارش انجام میده. خب که شما همه اغلب تو این دسته هستید. خب دانش آموزیه که اهمیتی نداره، به قول خودش میگه هرچه باد باد ما که خندان میرویم. چی بود شعرش؟ یادم رفت. میگه هرچه باد باد. دانش آموز مشکی هم کسیه که اصلا دیگه درس رو ول کرده نمیخونه. چی؟ بچه اگه میشه سوال واضح صداتون نمیاد. بچه حالا داشته باشین چی میگم. ببین بچه محیط دانش آموزه مستعد که کامل درس میخونه تو محیط سفید درس میخونه. دانش آموزه که حواس با... ببین دانش آموزی که سفیده، دانش آموزی که سفیده تو محیطی که حواسش پرت میشه بازم نمراتش خوب میشه، این عالی میشه. ولی بقیه محیط ها شما چه اتفاقی میفته؟ اصلا نمیتونین درس بخونین، همش زبدر سفید خورده. ببین بچه ها شما باید بیاین محیط های خاکستری و سفید و مشکیتون رو تو خونه شناسایی کنین. پس یه تمرینی که داریم بهتون میگم محیط خاکستری مشکی و سفیدتون رو شناسایی کنین. خب مثلا بچه چی؟ این محیط خاکستری و اینا رو من براتون فرستادم. پس من ندیدم، عذرخواهی میکنم، دوباره برام بفرست آقای غریب، به خاطر اینکه من نکه این هفته درگیر خیلی شدیدی داشتم. بچه ها پس میرین خونه محیط های خاکستریتون رو شناسایی کنید، سفید و مشکیتون. بچه ها من اینجا تبدیل محیط های خاکستری به سفید رو نوشتم. موبایلتون رو هنگام درس خوندن خاموش کنید، از جلوی چشتون دورش کنید، اجازه گشت و گذار تو اینترنت رو ندین، به خانواده بگین که دارم درس میخونم. مامان دارم درس میخونم دیگه، مثلا حتی با این شدت نه، مامان لطفا دارم درس، چون من اگه با این شدت بگم کتگر خوردم، واسه شما نگیم با این شدت. خب وقتی درس میخونیم فقط به درس خوندنتون فکر کنید. اتاق مطالعه دارید، حتما تو اتاق مطالعه در ببندید، در تمام طول روز انرژی خودتون رو روی خوندن کتاب بگذارید. درباره موارد اضطراب‌آور صحبت نکنید. تمام لحظاتی که مطالعه میکنید زندگی شما به یک چیز خلاصه میشه، درس خوندن و نه هیچ چیز دیگه. هر وقت چیزی حواستون انگار مطالعه پرد میکنه خب بهش بگین خب بسه برگردیم سر درس. خب این کار همیشه بکنید. بچه ها اینجا من مطالب لب آهیانه رو لب پیشانی و اینا رو نوشتم. ببین لب پیش وقتی که میخوایم شروع کنیم مطالعه به لب پیشانیتون بگیم من دارم درس میخونم، من دارم شروع میکنم درس خوندن، آماده باشه. بعد وقتی که دارین یه مطلبی رو موقع درس خوندن هر چیز میکنیم، بعد درس خوندن تجسم و خیال بافی میکنیم که اینم بعدها بهتون یاد میدم چجوریه، به لب پس سریتون بگین آقا لب پس سر من الانم تجسم میکنم حاضر باش میخوایم بریم درس بخونیم. به لب آهیانتون بگین که آقا من دارم مرور میکنم، نوبت تو وظیفت رو درست انجام بدی. به لب گیجگاهیتون بگین پردازش اطلاعات با تو حاضرش، من دارم زبان یاد میگیرم، خرابکاری نکنی. با بعد اینطوری با اسم این جملات رو به لپتون قبل مرور قبل مطالعه همیشه بگین، محل لپا رو یاد بگیرین لطفا. بعد از اینکه یاد گرفتیم بیاین چیکار بکنین؟ موقع مطالعه باهش رو صحبت کنین، میگه آقا لپ پیشانی آماده باش، الان وقت توه، با هم میخوایم بریم مطالعه کنیم. حالا بچه چیزی که هست جسم پینه ای آمیگدال و هیپوکام. ببین آمیگدال این قده اینجاست، آمیگدال اینجاست. خب آمیگدال این قده اینجاست. خب این آمیگدال خاطرات و عواطفتون رو نداریم. بچه آمیگدال مرکز چی هستش؟ مرکز یه قسمت از مغزه که در موردش صحبت کردیم. خب همون بادومه، آمیگدال به معنی بادوم و اینا. خب خاطرات عاطفیه. بچه همیشه با خنده شروع کنید یاد بگیریم، زودتر یادمون میمونه. میدونی چرا؟ چون این قسمت اگه یادتون باشه این قسمت، خب این لپ پیشانی بوده. خب این لپ
آهیانه بوده، این لپ پس سری بوده، این هم لپ، ببخشید این یکم زیاد کشته، این هم لپ گیجگاهی بوده. خب این لپ گیجگاهی مرکزش چیه؟ مرکزش چیه؟ مال حافظه است و یاداوری و خاطرات و زبان اینجور چیزا. خب وقتی که شما با خنده مثلا درس رو یاد میگیرین، خب با شادی شروع میکنین درس رو بخونین، خب بعد بهتر یادتون میمونه، بهتر یادآوریش میکنین. حالا دو تا شادی داریم، یه شادی خوشحالی داریم و یه شادی دختر همسایه داریم. خب در جریان باش این شادی و خوشحالی ها، نرین بعدا با شادی دختر همسایه بخواین درس بخونین گردن من بندازین. یه نکته هست، چون بعدا قبلا این بلا سرم اومده، خب گفتم بریم با شادی درس بخونیم، رفتم با دختر همسایه درس خوندن گردن ما انداختن. پس با شادی خوشحالی درس بخونیم بچه. یه چیز دیگه، هنگام درس خوندن با مطالب درسی جوک بسازید. خب مطالب درسی جوک بسازید، مثلا شیخ یه جمله از یک کتاب درسی تو بگو. یه جمله بگم؟ آره فقط لطفا عربی نباشه، هر کاری میکنی عربی نباشه. مثلا نوع گوارش در چارپایان رو بگم؟ نوع گوارش در چارپایان رو بگم. غذا ابتدا وارد سیرابی میشه، سپس وارد باز برمیگرده به مری، باز از مری برمیگرده به سیرابی، از سیرابی باز همین غذا وارد سیرابی میشه. نگاه مثلا تو میتونی بگی که توی چارپایان قضا رفت به گردش، توی سیرابی قضا رفت به گردش، جا بد بود برگشت مری، هوا سرد بود برگشت سیرابی. آره جوک بساز، تو جوک بساز، ببین باش جوک بساز. قضا میدونی من جوکشو بلدم اما خب ولی ادامهش رو نمیشه بگم، من همین نمیگم دیگه. خب گوش میکنی؟ اگر نه ادامه شو میدونم چیه، تنم این سکوت کردم که جایگزینش کنم دیگه نشد. قضا رفت میگم دیگه ادامه نریمش. میخوام بهتون بگم نگاه کن، الان به قرآن مجید شیخ 15 سال دیگه من ببینم شیخ و بهش میگم شیخ قضا رفت تو سیرابی بگردش، هیچ وقت دیگه تا آخر عمر یادش نمیره. خب بعد جوک بسازیم، پس باش با خوشحالی شادی یاد بگیم. هیپوکام همون قده بود که مال اسب دریایی حرفا، ادراک فضای حافظه بلند مدتش بود. ببین وقتی ما میخوایم یه مطلبی رو به حافظه بلند مدتمون یاد بگیر بسپاریم و حفظ کنیم، به هیپوکام بگو هیپوکام اسب حاضر باش وقت پیتکو پیتکو کردن میخوایم مطلب رو یاد بگیرم، این شعر رو حفظ بکنم، این خط قرآن حفظ بکنم. پس با هیپوکامتون میگیم. جسم پینه ای هم ارتباط داره دیگه، ارتباط دو مطلب، هر چی بزرگتر باشه جسم پینه ای تو این قشره هستش. خب تو این یک برش از جسم پینه ای این. خب حالا یه برش قبلیش هم من بهتون نشون دادم دیگه، خب اونم بذاریم بهتون یه بار دیگه نشون بدم. اینا اینم یه برش دیگه است، یعنی ارتباط دو تا مغز رو برقرار میکنه جسم پینه ای. خب ببین بچه ها، ما یه چرخه کنترل مغز داریم، برای مطالعه باید چرخه کنترل مغز رو بدونیم چیه. ببین ما یه تمرکز داریم، اول باید هنگام مطالعه تمرکز داشته باشیم. تمرکز این چیه؟ یعنی یه چیزاییه که مثلا باعث حواس پرتیتون میشه رو از خودتون دور کنی. شیخ تو فوتبال بازی میکنی؟ نه. چی بازی میکنی؟ بازی میکنم. خسته نباشی پرده بود الانگار نشکنه. نگاه کن، یه بسکتبال دوست داری؟ نه. والیبال دوست داری؟ آره. خب یه بازیکن والیبال اسم ببر. نمیدونم والیبال سه سال بازی نکردم. مثلا از فقط علاقه شو دارم، چیز دیگه شو ندارم. باشه مثلا معروف رو میشناسی؟ نه. مربی تیم والیبال ایران نمیشناسی؟ با این خط کش بیام به بالا سرت. خب مربی تا حالا چند تا بازی معروف رو دیدی؟ فکرم دو تا، یکی با آرژانتین نمیدونم بود، یکی
خب حالا هم دوتا هم کفایته. تو با وقت وسط بازی وقتی معروف داشت بازی میکرد موبایلش کجا بود؟ تو رختکن بوده دیگه. چرا تو رختکن بوده؟ چون نمیتونه به زمین بازی ببره موبایلشو. این قانونه، موبایلش نمیتونه به زمین بازی ببره. زمین بازی شما میز مطالعهتونه، شما حق ندارید موبایلتون رو ببرید سر میز مطالعهتون. شما باید موبایلتون رو بذارین یه گوشه، خاموشش کنین، حتی اگه مجبور بشین با موبایلتون درس بخونین تماساش رو بذارین حالت پرواز. هیچ بازیکنی، نه مسی، نه نمیدونم رونالدو، نه معروف، نه مثلا هیچ بازیکنی رو شما نمیتونین ببینین که موبایلش رو برده سر مسابقه، به خاطر اینکه حواس، عامل حواس پرتیشو نمیبره تو مسابقه. پس شما باید چیکار کنید؟ اولین مطلب تمرکزتون رو حفظ بکنید. یعنی یه سری مطالبی که باعث تمرکزتون میشه رو انجام بدید. مثلا لباس گشاد اگه میخواین درس بخونید بخونید، جایی درس بخونید که راحت هستین، نورش مناسب باشه، موبایل اونجا نباشه، سر صدا خیلی کم باشه. بالاخره یه سری عواملی هست که تمرکزتون رو بیشتر میکنه. خب این یه بعد. بعد از اینکه تمرکز بیشتر کردین شما شروع میکنین به چی؟ درس خوندن، تا رو درس مسلط بشین. وقتی که رو مطالب درسی مسلط میشین ذهن رو قوی میکنین. بعد که ذهن رو قوی میشه حافظتون رشد پیدا میکنه. حافظتون که رشد پیدا کنه دقتتون بیشتر میشه، دیدگاهاتون متفاوت میشه. دیدگاهاتون که متفاوت بشه تمرکزتون چند برابر میشه. پس در نتیجه بچه‌ها این چرخه برای مثلا الان برای زیست شناسی شروع کردیم، خب الان برای زیست مثلا، خب یا مثلا برای علومه، خب تمرکز میکنیم، مسلط میشین رو علوم، ذهنتون قوی میشه، حافظتون رشد پیدا میکنه، دقتتون بیشتر میشه، تمرکزتون بالا میره برای درس مثلا ریاضی. خب برای درس ریاضی، حالا بعد برای درس ریاضی مسلط میشین، ذهنتون قوی میشه، حافظتون زیاد میشه، دقت میکنین، تمرکزتون بالا میره و همینطور این سلسله مطلب میره جلو. از اینکه تا اینجا ما هم رو بودیم سپاس کنم، امیدوارم مطلبی گفتم به درستون بخوره. یادتون نره من رو فالو کنیم، پست رو لایک کنیم و کامنت بزنیم تا در سایز و جواب سوالاتتون رو بدم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم تا دفعه بعد که مطلب جدیدتر میگم در کنار هر موفق و سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.